درود بر همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم به کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای امینی، محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. در هفته گذشته آغاز کردیم به مناسبت سال روز قتل کسروی، بحث درباره آثار کسروی، زندگی کسروی و بسیار مطالب دیگر رو. و این برنامه از آنجا که تصمیم گرفته بودیم دو بخش باشه، امروز که 21 اسفند است بخش دوم اون رو اجرا میکنیم. سال روز قتل کسروی 20 اسفند بوده است، یعنی در واقع یه همچی دیروزی. این برنامه رو آقای امیر کارگردانی میکنن. پیداست که مهمان برنامه هم کیست؟ آقای امینی. آقای محمد امینی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند این برنامه. خیلی ممنون از شما. آقای امینی، امروز میخواهیم درباره اندیشه ها، دیدگاه ها و مسائل مذهبی که آقای کسروی مطرح میکرد صحبت بکنیم. بله. پرسش اول من این است که یعنی در واقع چند تا کسروی داریم؟ کسروی تاریخ پژوه، کسروی زبانشناس، کسروی اسلام و پاکدینی و کسروی شعر و شاعری و صوفیگری و سرانجام میراث بازمانده از کسروی برای نسل‌های آینده. بفرمایید که کسروی به عنوان تاریخ پژوه از دیدگاه شما چگونه انسانی است؟ جناب مهری، افزون بر همه اینهایی که شما فرمودید، باید بیافزایم که زندگی خود کسروی رو هم باید به این براستی شگفتی های رفتار این مرد افسود. یعنی آدمی است که در یک خانواده تو نسبتاً توحیده است، یا حالا نمیتونم بگم توحیده است، ولی خانواده‌ای که پس از به ویژه مرگ پدرش او مجبور شده برود کار کند برای سرپرستی خانواده یا کمک به خانواده، چندان پولدار نبودن اینها. توی دست واژه درستی شاید نبود، ولی کم بضاعت مثلا. بله، کم بضاعت. در اونجا بار آمده، درس دینی خوانده و بنا بوده که ملا بشه و به راستی که از قضات برجسته عدلیه اون زمان شده. یعنی این جنبه کار قضایی او رو هم فراموش نباید کرد که کسروی کسی است که در سال 1202 به سفارش رضا شاه به میرود به خوزستان، رئیس عدلیه، اون موقع عدلیه میگفتن، دادگستری خوزستان میشود و با خزعل در میفته و در اون دوران، در گرماگرم دورانی که کار عدلیه خوزستان رو میکرده و با خزعل درگیر بوده، زمینه‌های نوشتن کتاب تاریخ 500 ساله خوزستان رو فراهم میکنه و چند سال پس از اون این کتاب رو بیرون میده. در همه دورانی که در کار عدلیه بوده، در کار دادگستری بوده، در کنار کار حقوقی به کار پژوهشی مشغول هست. سفری میکنه همراه با گروه دیگری از کسانی که دادگستری یا عدلیه اون زمان به سرکشی شهرستان‌ها میفرستد و او در این سفر چند ماهه به شهرهای غربی ایران کتاب شهرها و دیهای ایران رو می‌نویسه که نام نزدیک به 6000 اندی شهر و روستای ایرانی رو بازبینی کرده، ریشه در واقع این شهرها رو، تاریخی این شهرها رو برشمرده، نام‌های اونها رو در واقع، نه از نقطه نظر تاریخ این شهرها، اتیمولوژی این نام‌ها رو برشمرده و اینها رو در سفر بازرسی دادگستری انجام داده و بسیاری از کارهای ارزنده دیگری که
در دوران سوم زندگی خودش آغاز کرده. یعنی اگر دوران عدلیه رو دوران دوم زندگی او بربشماریم، دوران سوم زندگی او از هنگامی آغاز می شود که از سال 1111 از عدلیه کناره می گیره و وارد کار وکالت خصوصی می شود و در همین دوران هم انبوهی از کارهای پژوهشی از او به جای می ماند که تاریخ مشروطه یکی از اونهاست، شهریاران گمنام و بسیاری کارهای دیگر. به عنوان پژوهشگر کارهای بسیار کارهای ژرف و درستی است، یعنی کارهایی است که با مسائلی که اون زمان در دست کسری بوده با امانت این کارها را انجام داده. در مورد تاریخ مشروطه چون خود او در اونجا حضور داشته، در تبریز بوده و سپس با ملایان درگیر شده و سپس این کتاب رو در دورانی نوشته که خیلی از مشروطه فاصله گرفته بوده، باید بگویم که در تاریخ مشروطه او پاره ای از گرفتاری های شخصی خودش رو با برخی از آدم ها وارد کار این کتاب کرد، از جمله اینکه نسبت به تغیزاده به داوری من بسیار جفا کرد، بی وفایی کرد و نقش کسروی رو در تاریخ مشروط ایران کم شمرد و او رو برجسته ندانست. همین رفتاری که دشمنی که تا حدود زیادی با تغیزاده داشت، همین رو با دو نفر آدم دیگری که باید گفت در تاریخ مدرن ایران جایگاه برجسته ای داشتند با اونها هم داشت. یکی داور هست، پایه‌گذار دادگستری مدرن ایران، و دیگری با فروغی است. با فروغی هم خیلی بد بوده، او رو سردسته بدکاران میخوانده و خب اینها در پژوهش‌های تاریخی او دخالت نداشته، ولی هنگامی که در زندگی نامه او نگاه میکنیم، 10 سال در عدلیه، این کینه او رو نسبت به داور میبینیم. هنگامی که به تاریخ مشروطه یا کارهای دیگر او نگاه میکنیم، باز هم این کینه او رو نسبت به تغیزاده میبینیم و در کنار اون نسبت به فروغی و چند تن دیگر. ولی روی هم رفته کارهای پژوهشی کسروی، یکی از ماندگارترین کارهای تاریخی در دوران مدرن ایران هست. یعنی ما پژوهشگری به بزرگی کسروی و سپس آدمیت نداشتیم. آدمهایی هستند که تاریخ مدرن ایران رو واقعا قلم زدند و کسروی افسون بر تاریخ مدرن ایران، چون وارد حوزه زبانشناسی شده، وارد حوزه تاریخ قدیم ایران شده، کارهای بسیار بسیار ارزنده ای از خود به جای گذاشته. آدمی بسیار پرکار و همونجور که در برنامه هفته پیش گفتی یک نابغه بوده. درباره کسروی تاریخ پژوه نقطه نظراتون رو بیان کردید. بله. چیز دیگه هم دارین دربارش بگین؟ آدمی است که با تیزبینی تاریخ رو نگاه می‌کرده. یک مورد ساده‌ای رو که در این باره بگم این است که هنگامی که در زنجان رئیس دادگستری زنجان بوده یا رئیس عدلیه زنجان بوده، اشاره می‌کند به اینکه به پاس آشنایی با یکی از آدم‌هایی که خود او از شمال ایران از مازندران آمده بوده، خانواده او مازندرانی بودند، در می‌یابد که یک نسخه چاپ نشده، یک نسخه نایافته از تاریخ رویان و مازندران و طبرستان موجود هست و این رو در میان می‌گذاره با یکی از کسانی که به اون اعتماد داشته، یعنی آقای ملک الشعرای بهار، محمد تقی بهار، و بهار میرود و این کتاب رو میگیرد و اصلا به کسروی خبر نمیداد. این درایت کسروی است که دنبال این کتاب بوده و سپس بهار این کتاب رو در دست اقبال قرار میده، عباس اقبال آشتیانی که او هم یکی از پژوهشگران بسیار ارجمند ایران هست، و او این کتاب رو با پیشگفتاری منتشر میکنه و کسروی فوق‌العاده رنجیده میشه از بهار که این آدم حتی حاضر نشده نسخه ای از این کتاب رو که او در واقع پیدا کرده بوده یا دریافته بوده و وجود داره در اختیار او قرار بده. رفتار شخصی کسروی رفتار بسیار خشکی است.
یکی از کسانی که نخستین کسانی که خامه بر کاغذ نهاده در ستایش کسروی سعید نفیسی است که 10 سال پس از کشته شدن کسروی در سال 1334 یک نوشتار بلندی از او به جای مانده، بسیار هم ستوده کسروی رو، و در اونجا خیلی واقعا دلازرده است از کشته شدن کسروی، ولی اشاره میکنه به یک موردی که میدانیم درست هم هست. میگوید که من با کسروی آشنا شدم و یک بار او رو در خیابان دیدم و از او پرسیدم که آی کسروی، شما پیشتر بارها به منزل ما میامدید و با من دیدار داشتید و مدتی شما رو ندیدم، چرا؟ میگه کسروی پاسخ داد، و این نوع پاسخی کسروی است. پس کسروی پاسخ داد که من میامدم خانه شما به خاطر اینکه کتابهای شما رو بخونم و کتابهای شما رو همه رو خوندم، بنابراین دلیلی برای دیدن با شما نمیبینم. آدمی است به این گونه بسیار بسیار رک که در فرهنگ ما خیلی کم هست همچون رفتاری، و خب این آدمها رو از خود میرنجانده. آدمی نبوده که باجی به کسی بدهد، ولی در زمینه تاریخ پژوهی بی نظیر. او در 55 سالگی کشته شد. اگر عمر طبیعی او رو مثلا 75-80 سال بدانیم، شاید در این 20 سال باقی مانده یک کوهی از یک گنجینه ای از آثار از خودش باقی میگذاشت، و شوربختا که دشنه خونریز دشمنان آزادی و آزادی اندیشه، دشمنان اندیشیدن به زندگی او پایان دادند. ممنونم آقای امینی. بپردازیم به کسروی زبانشناس. بله. و اون کار بزرگی که در مورد زبان آذری کرده. زبان مادری کسروی زبان ترکیه آذری است، آذربایجانی است، و سپس او زبان عربی یاد میگیره و پس از اون زبان اسپرانتو میآموزه. البته مانند بسیاری از ایرانیان زبان فارسی رو هم آموخته بوده، اما بر زبان فارسی تا اون هنگام که در تبریز بوده به اندازه زبان آذری و زبان عربی چیره نبوده، و این چیرگی رو رفته رفته به دست می آورد و در نوشتارهای او هم کاملا آشکار هست. آدمی است که زباندانی و زبانشناسی رو خیلی برش چیره بوده. می دانیم که به زبان انگلیسی آشنایی خیلی زیادی داشته، با زبان فرانسه آشنا شده، زبان روسی رو آموخته بوده، به ویژه با زبان ارمنی، هر دو بخش زبان ارمنی، هر دو گویش، گویش کهن و گویش نو معلم گرفته بوده و زبان ارمنی رو میآموزه و از زبان ارمنی برای نوشتن کتاب شهریاران گمنام خیلی استفاده میکنه، چون میدونه که تاریخ ما و تاریخ ارمنیان خیلی نزدیک هست، به هم پیوسته است و حتی میتوان گفت یکیست، ولی خب کسروی است که در میابه که با این نزدیکی تاریخی تا چه اندازه میتواند به پژوهش پیرامون پاره ای از شهریاران گمنام ایران کمک بکنه. در زمینه زبانشناسی جدا از اون کتاب بسیار ارزنده‌ای که در مورد تاریخ زبان مردم، زبان باستان مردم آذربایجان نوشته که بسیار خواندنی است، بارها کوشش کردند به اون نقد کنند ولی نتوانستند به راستی این کتاب رو از هم بدرند، یعنی این کتاب رو بی پایه نشان بدهند. افسون بر این به زبانهای دیگری هم آشنا شده، تفاوت میان زبان دسفولی و شوشتری رو دریافته و حتی در کارهای خودش پاره از آنچه که در از زبان شوشتری یا دسفولی سینه به سینه نقل شده رو بازگو میکنه. وقتی به دماوند میرود، در اون دورانی که در دماوند بوده در سال 1302-3، اونجاست که آشنا میشود با گویش های مناطق شمالی ایران و حتی مناطق مرکزی ایران، و اینها رو در زندگی نامه خودش بازتاب داده، نشان داده. و هنگامی که کتاب زبان پاک رو می نویسه برای پالایش زبان فارسی، باز می گردد و پاره ای از جنبه های فراموش شده زبان فارسی رو که ما در
دستور زبان امروزی ایران دیگر نداریم، اینها رو باز میکنه. اسب کشیدندی، اگر خواستندی، چیزهایی که در مثلا تاریخ بیهقی میبینیم و کسروی اینها رو دریافته که از نقطه نظر دستور زبان تا چه پایه اینها در گذشته بوده و از میان رفته. با این همه شیفته این بوده که زبان جهانی به وجود بیاید، زبان اسپرانتو، و زبان اسپرانتو رو خیلی خوب یاد گرفته بوده و بخشی از اسپرانتویستای ایران بوده، یعنی جز به انجمن هواداران زبان اسپرانتو به شمار می آمده و در این راستا هم کوشش های انجام داده. اینجا و اونجا گاه و بیگاه درباره تغییر خط هم سخن گفته، ولی روی هم رفته باید گفت آشنایی او با زبانهای ایرانی یا زبانهایی که در فلات ایران وجود داره از زاویه یک زبانشناس پرورده شده در این راستا نیست، بلکه کسی است که کنجکاوی او رو به زبانشناسی و زباندانی میکشاند و کارهای ارزنده ای هم در این راستا از او به جای مانده. آیا ایشون معتقده که زبان آذربایجانی ها به هیچ وجه ترکی نبوده و آذری بوده؟ بله، زبان نشان میدهد که زبان باستان مردم آذربایجان زبان آذری است، که این زبان زبانی است از شاخه زبان پهلوی که به اون تاتی هم میگفتند و این زبان هنوز هم در برخی از روستاهای آذربایجان به ویژه پیرامون اردبیل مردم به اون سخن میگویند، به اون میگویند تاتی، و این رو نشان میدهد و در اسنادی که در اون هنگام به دست آورده بوده با نگاهی که به تاریخ زبان مردم آذربایجان میکنه نشان میدهد که این زبان ترکی رفته رفته در میان مردم آذربایجان به ویژه پس از دوران، او میگوید در دوران سلجوقی گسترش پیدا کرده. من بر این باور هستم که بیشتر از دوران صفوی است که زبان ترکی در آذربایجان گسترش پیدا کرده. دوران سلجوقی هنوز زبان چیره بر مردم آذربایجان زبان فارسی است، یا زبان، یعنی شاخه زبان ایرانی است، زبان تاتی، یعنی پهلوی است، و این رو کسروی خوب نشان داده که این زبان، زبان مردم آذربایجان، زبان باستان مردم آذربایجان از دیرهنگام ترکی نبوده. در مورد ایران باستان دیدگاه هایی داره؟ یعنی مطالعات کرده بوده؟ آشنا بوده، ولی کار او ایران باستان اصلا نبوده. و در مورد اسلام و پاکدینی، بله، بفرمایید که پاکدینی دینی بوده که خودش عرضه می داشته؟ کسروی در این درازای زندگی 50 و اندی سال یک سفر شگفت‌آوری رو در حوزه خداشناسی از خود به جای نهاده، یعنی سفری است که این سفر از هم گسسته نیست. یعنی ببینید، آدمایی هستند در نوجوانی از یک خانواده مسلمان آشنا می شوند با اندیشه های چپی و دین رو ستلاقه می کنند و می زارن کنار و می شوند آتئیست یا خدا ناباور خیلی زود. زندگی کسروی این گونه نیست، یعنی این نیست که او یک بار آشنا شده با یک اندیشه تازه و از این اندیشه تازه پی برده که خدایی در میان نیست و میتوان خدا رو کنار نهاد و دینها رو کنار نهاد. پدر من دوستی داشت به نام قدوه که به او حتی به شوخی میگفتن آیت الله قدوه، از کادرهای رهبری حزب توده بود، ولی او درس دینی خوانده بود، حتی رخت دینی به تن داشت، و پدر من میگوید که او از در اون دورانی که با هم بودند از پدر من پیورزی دینی یا باور دینی استوارتری داشته، ولی هنگامی که آشنا می شود با اندیشه های مارکسیستی و از دین می بره خیلی زود خدا رو کنار می زاره و دین رو کنار می زاره. بسیاری از جوانان و نوجوانانی که به سوی اندیشه های به ویژه چپ روی آور شدند در ایران و در کشورهای دیگر جهان اینگونه در واقع دین رو کنار نهادند
خیلی زود از راه خرد به این نتیجه رسیدن که نباید به خدا باور داشته باشند. زندگی کسروی این گونه نیست. او این تحول تاریخی رو در 30 سال واقعا طی کرده، یعنی از هنگامی که با اکراه رخت ملایی به تن کرده و چند بار به منبر رفته و چون هوادار مشروطه بوده مورد ناسزای روحانیان دیگر قرار گرفته و کناره گرفته از کار منبری و رفته سفر کرده، رفته باکو دنبال کار، رفته از اونجا از باکو رفته به اشخاباد، از اشخاباد آمده در مشهد و دیدار کرده از آرامگاه نادر و بسیار اندوهگین شده از وضعیتی که در آرامگاه نادر در اون هنگام بوده و سپس بازگشته به تبریز. در این دوران هنوز سخت باورمند به خدا، به اسلام، به آیین شیعی است. کتاب‌هایی که در آغاز نوشته گواه بر این است. رفته رفته می‌بینید که در برخورد با آخوندها در میابه که این دینی که او به باور داره آکنده از باورهای خرافی است که البته روایات و احادیث و همه اینها رو هم نمیتونسته بپذیره، چون سخت علاقمند به دانش‌های نو بوده و اصلا از راه دانش‌های نو است که این پرسش‌ها در ذهن او شکل می‌گیره و سرانجام هم رفته رفته از خود ساختار رسمی دین می‌بره. نخستین نوشته او در این مجله همایون که در قم منتشر می‌شد، هفته پیش شما بهش اشاره کردید، از سال 1111 به عنوان نخستین مجله اصلاحات دینی در اونجا به خرافات نقد میکنه. رفته رفته میبینیم که میپردازه به خود دین و سرانجام در کتاب پیرامون اسلام و چند کتاب دیگر میگوید که این دینها برای دوران دیگری ساخته شده و دنیای امروز این دینها رو نمیپذیره، باید نگاه خردمندانه به دین کرد و دین رو از الهیات جدا میکنه، خداشناسی رو از باورهای دینی اسلامی جدا میکنه و میگوید که باید به خدا باور داشت. هیچ کتابی از او به جای نمانده که در برگ نخست او این واژه ها نوشته نشده باشد که خدا با ماست. سخت خداپرست است، یعنی به خدا باور دارد ولی از دین بریده، از این ساختارهای رسمی دینی بریده و رفته رفته پاک دینی رو پیشنهاد میکنه. پیش از اون هم ورجاوند بنیاد رو در همین زمینه نوشته که ما بیاییم و یک دستگاه فکری تازه‌ای رو به وجود بیاوریم و بر این باور بوده که باید یک دین تازه‌ای، دین مشترکی در میان ایرانیان به وجود آورد و ادعای پیغمبری نداشته. معلوم نیست اگر زنده میموند ادعای پیغمبری میکرد یا نه، اما دیدگاه او درباره پیامبری هم یک دیدگاه خردمندانه است. اینها رو به عنوان پیغمبر، به عنوان کسانی که بهشون الهام شده و کتابی نوشتن نگاه نمی کنه. اینها رو کسانی می داند که برای رستگاری بشر به یاری خدا به این راه افتادند و این نگاه او که اونها رو جزو برگزیدگان می گوید، اونهایی که برگزیده شدند و به این عنوان یا عنوانهای شبیه این از اونها یاد میکنه، او رو به ساختن یک دیدگاه دینی میاندازد، به این راه میاندازد که پاک دینی، که در واقع پاک کردن دین از خرافات و خداپرستی و یکتاپرستی است، این رو در میان میذاره. هیچگاه نسبت به اسلام یا دینهای دیگر توهینی نمیکرده، همواره تا پایان و عمر در حتی در کتاب شیعیگری که تندترین کتاب او در برخورد به آیین شیعی است، از محمد ابن عبدالله به عنوان آن رادمرد عرب یاد میکنه که میگوید به راه او در واقع یک خیانتی شده، گسستی از اون راه بوده. من نمیدانم در ژرفای اندیشه او درباره اسلام چه میاندیشیده. در پیشگفتار کتاب شیعیگری به بخشهایی از اون رو بهش اشاره کردم، اما روی هم رفته باید گفت که کشته شدن او ما رو از این فرصت تاریخی که بدانیم در اندیشه کسروی درباره دین چه می‌گذشته به دور داشت، ما رو ناتوان کرد و ما
چه بسا اگر نوشته های دیگری از او به جای میماند بیشتر آشنا میشدیم با این مسائل. ولی روشن است که در پایان زندگی باور استواری به اسلام نداشته، باور استواری به این سه دین بزرگ تک خدای جهان نداشته، ولی به خدا باور داشته. هیچگاه خداشناسی و خدا باورمندی رو کنار نگذاشته، یعنی به که انسان آتئیست تبدیل نشده. با ادیان ابراهیمی سرکاری نداشته در واقع؟ بله، به داوری من در دو سه سال پایان زندگی دینهای ابراهیمی رو کنار نهاده بوده، یعنی از اونها گذر کرده بوده و فکر میکرده که اینها به گذشته، کار گذشته است. اشاره میکنه و میگوید که در یکی از نوشته های خود اشاره میکنه که ما در دنیای فن تازه، دانش های تازه، در این دنیای دانش های تازه با چیزهایی روبرو هستیم که نشان میدهد که این دین های ابراهیمی دیگر به کار بشر نمیخورند. آقای امینی، دایی من و زندایی من، خیلی عذر میخوام، دایی شما فرمودید؟ دایی من بله و همسرش از طرفدارای سرسخت کسروی بودن. مادر من با اینکه خواب برادرش خیلی دوست داشت، ولی همواره ما رو از رفتن به خانه اونها که میگفت کافرن باز میداشت، برحضر میداشت. نه باز میداشت اصلا. یه بار که مثلا من یادم میاد، یه بار رفتم خونه اونا، تنهایی رفتم، اونم نسبتا بزرگ شده بودم. اونها یه پسرم داشتن که بعدا سرهنگ شد و جمهوری اسلامی او رو اعدام کرد. عجب. بله، سرهنگ مهری. من یه نمونه ای از نگاه کسروی رو به دین برای شما میخونم. در همین کتاب شیعه‌گری میگوید اینها نه تنها دین نیست، خود بیدینی است. راستی را دین برای آن است که مردمان چنین بیخرد و نافهم نگردند که زندگی خود را رها کنند و به داستانهای 1300 سال پیش بپردازند و در میان مردگان کشاکش اندازند. کسانی که اینها را از دین می شمارند معنی دین را ندانستند. دین شناختن معنی جهان و زندگی و زیستن به آیین خرد است، در حالی که ما می دانیم دین بنا نیست بر پای آیین خرد باشه. ولی دیدگاهی که کسروی از دین داره یک دین خردمندانه است، همون چیزی که فردوسی می گوید به نام خداوند جان و خرد، خداوندی که جان و خرد رو درست کرده. دین آن است که امروز ایرانیان بدانند که این سرزمینی که خدا به ایشان داده چگونه آباد گردانند و از آن سود جویند و همگی با هم آسوده زیند و خاندانهایی به بینوایی نیفتند و کسانی گرسنه نمانند و دهی ویران نماند و زمینی بی بهره نباشد. دین آن است که امروز توانگران ایران سرمایه های خود را در راه کشیدن جویها و پدید آوردن چشمه ها و آباد گردانیدن دیها به کار اندازند، که هم این ویرانی ها از میان برخیزد و هم هزاران و صد هزاران خاندان گرسنه و بینوا از بدبختی رها گردند. دین این است. از این است که خدا خشنود خواهد بود. گفتگو از کشاکش علی و ابوبکر چیست که خدا آن را خوش دارد و به کسی به این نام مزی دهد؟ اینها را میگویم تا این آقایان، این آخوندها نیز بدانند و معنی درست دین را دریابند. این رو در کتاب شیعه‌گری در واقع عنوان میکنه و همین جاست که میگوید من به دنبال یک برداشت تازه‌ای از دین هستم. دین این ساختارهایی که در میان مردم، این اندیشه‌هایی که در میان مردم چیده شده نیست. دین روی یک دستگاه خرد می‌داند و خب این البته با دین یکی نیست و همین هاست که سر او رو برباد داد. آقای امینی، یک کتابی هم به نام آیین نوشته. بله. کسروی، اون درباره چیه؟ اون هم در همین زمینه هاست، یعنی در نقدی که به ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌کرده کوشش می‌کنه که
برداشت خودش رو از آیین و دین و تاریخ و فرهنگ در میان بگذاره. این دورانی است که در حال تحول است، در حال دگرگونی اندیشه‌ای است و راه خودش رو از راه رسمی دینی داره جدا میکنه و اندیشه‌های تازه‌ای رو داره عنوان میکنه. آقای امینی، این درسته که کسروی در یک دعوایی که بین نمیدونم کیا و دربار بوده رأیی که میده علیه دربار بوده؟ برای این یکی از کارهای بسیار بسیار بیمانند کسروی است. کسروی در اون هنگام میدونید که در اون هنگام عدلیه یا دادگستری در تهران چند شعبه داشته. شعبه یکم شعبه اصلی دادگستری بوده، یعنی در واقع بر دیگر شعبه ها چیره بوده و او در این حال کسی بوده که برای دورانی هم دادستان بوده، دادستان تهران بوده. پرونده‌ای به زیر دست او می آید که شکایت روستایان اوین در برابر درباره، چون می دانید که یکی از کارهای بسیار ناستوده‌ای که در اون دوران رضاشاه انجام می شده این است که زمین‌های مردم رو به بهای کمی یا به بهانه‌های مختلف از اونها می‌گرفتند و اینها رو سپس وارد دارایی سلطنتی می‌کردند. روستاییان اوین شکایت می‌کنند که به بهانه موقوفه زمین‌های اونها رو دستور دادن بگیرن و وکیل رضا شاه هم در این زمینه نقش داشته و کسروی حکم به سود روستاییان اوین میده و این خب بسیار بسیار سر و صدا میکنه، یعنی تا جایی که تیمورتاش رو میخواهد و فرا میخوانه به دربار و به اون میگوید که من این کار رو برای شما فراهم کردم، سفارش من بوده که باعث شده داور این شغل رو به شما بده و این حکم رو عوض کنید و نمیکنه و این حکم رو عوض نمیکنه و یکی از کارهای بی‌نظیر او بوده که ببینید شوخی نیست. در اون سالها، در سال 1309 مقابل رضاشاه، مردی که هیچ کس جرأت نمی‌کرده مقابل او بیسته، کسروی به عنوان یک قاضی در برابر او میسته و رأی به سود روستاییان اوین میده. این در کتاب 10 سال در عدلیه در بخش ماجرای اوین آمده و من این رو حواشی هم بهش اضافه کردم و توضیح دادم که موضوع چگونه بوده. کار بسیار بی‌نظیری از این لحاظ کرده، مرد بسیار دلیر بدون ترس و بیم و یعنی رفتاری که انجام میداد رفتار بی‌نظیر بوده. پس از شهریور 20 او وکیل تسخیری کسی میشود که همه انتظار داشتن او اعدام بشود، سرپاس مختاری، و او دفاعی که از سرپاس مختاری میکنه و این رو هر شب میامده و در روزنامه پرچم بازگو میکرده و چاپ میکرده، تمام رویدادهای دادگاه رو باعث می شود که سرپاس مختاری از مرگ رهانیده بشود، یعنی او اعدام نمی شود و فکر می کنم به 8 سال زندان محکوم شد و چند پاسی رو در زندان بود و آزاد شد، در حالی که پزشک احمدی که در همون هنگام به همین دلیل به محاکمه کشیده شده بود او در واقع اعدام شد. وکیلش کی بود؟ نمیدونم وکیل پزشک احمدی کی بود. خب راجع به شعر و شاعران، برای چی با سعدی و حافظ بد بوده؟ موضوع فقط سعدی و حافظ نیست. ببینید من سخت بر این باور هستم که کسروی در این زمینه به گزافه رفته، تندرو بوده، اما یک نکته‌ای در کار او نهفته است. ایراد او در این نیست که از بنیاد با کار این سرایندگان مخالف بوده. نخست این که میگوید بسیاری از سروده هایی که از این آدم ها به جای مانده ستایش پسران جوان و چیزهایی از این دست است. این کاملا درسته. ما این رو میدانیم که شاهد در شعر فارسی مراد یک دختر خوشرو نیست. اینها بیشتر به غلام بچگان به ویژه ترک تباری که اینها رو میخریدند و بر روی در اون فرهنگ اون زمان پذیرفته شده بوده به اونها اطلاق میکردن. به ویژه سعدی در کارهای خودش خیلی روشن به این موضوع میپردازه. کسروی به اینها خورده میگرفته. آدمیست سخت پایبند اخلاق،
اما گرفتاری او با شعر و شاعری تنها در این زمینه نیست. او در نقد به شعر فارسی، شاعران و به ویژه به عرفان و صوفیگری بر این باور است که ایرانیان تن در دادن به تناسایی، به تنبلی، به شعر گفتن و به خانقاه رفتن، به زندگی درویشی و از فناوری و از دانشها به دور ماندند و این رو به کرسی می نشانه. یعنی در این مورد نقد او نادرست نیست که ما در تاریخ خودمون تا حدود زیادی از دانشها دوری جستیم، جز اون دوران زرین فرهنگ ایران. از اون دوران پس از دوره سلجوقی به این سوی فرهنگ ما فرهنگ دانشها نیست، از دانشها جدا شدیم، زندگی خانقاهی، زندگی صوفیانه و کارهای شاعرانه بیشتر در میان ایرانیان گل کرده. خب شعر فارسی به راستی باید گفت زیباترین دستگاه شعری در جهان هست، جای گفتگو در این مورد نیست و من همون گونه که میدانید خود من شیفته شعر فارسی و ادب فارسی هستم. اما این نقد کسروی رو میپذیرم. آقای امینی شما شعر میگین؟ ببخشید شما شعر هم میگین؟ شعر نخیر بابون بنده، به خودم از این اجازه ها نمیدم. ولی باباتون خیلی شعر میدونستن. اصلا وارد نمیشه. پدرتون خیلی شعر میدونستن. ببخشید صداتون خیلی ضعیف شد برای من. میگم پدرتون ولی خیلی شعر میدونستن. لابد شاعران بودن. پدرم بله، پدرم من حافظ شعرهای زیادی بودن و شیفته شعر فارسی. ولی جدا از اینکه خود من هم در همون دامن همین پدر و مادر پرورش پیدا کردم و شیفته شعر و ادب فارسی هستم، این نقد کسروی رو تا حدودی میپذیرم. اگرچه او به گزافه رفته، اگرچه او روی هم رفته، همه فرهنگ و عرفان و تاریخ ایران رو به چالشی کشیده که چالش تند روانه هست، یعنی خیلی تند در این زمینه رفتار کرده، ولی این نقد او نقد درستی است که ما با کنار گرفتن از دانشها تنها به این زمینهای ادبی پرداختیم و زندگی صوفیانه و خانقاهی بر زندگی زمینی و جستجوی بهروزی زمینی که در سودای اون ما باید جامعه بشری رو، جامعه ایرانی رو رشد بدهیم، بر اون چیره شده و این نقد کسروی است. اگرچه در این زمینه بسیار تون میره و کتاب سوزان به راه میاندازه، حافظ چه میگوید رو نوشته که خب خیلی از حرفای حافظ رو در نیافته و حتی در زمینه های انگامی که حتی سعدی رو به نقد میکشه میتوان گفت که اندیشه سعدی رو درست در نیافته. ولی به هر روی در این جای گفتگو نیست که با یک دلیری به راستی با این قولهای ادب فارسی به جنگ برخواسته و دشمنی جامعه ادبی ایران رو به جان خریده. جامعه ادبی ایران در اون زمان هیچ واکنشی از خود نشون داد؟ سخت مخالف او بودند. یعنی آدمی مانند قزوینی، ببینید محمد قزوینی که یک زمانی پس از نوشته شدن کتاب، همین کتاب مربوط به زبان آذری، زبان باستان مردم آذربایجان، به راستی شیفته کسروی شده بود و از او تعریف میکرد. البته میگو به ای کاش ایشان به فارسی بهتری اینها رو مینوشت، چون با سبک نگارش کسروی اصلا دوستی و نزدیکی نداشته. که از قزوینی یکی از دشوار نویسان پر از واژه های عرب نسل پیش از مشروطه است که کسانی مانند کسروی و ده خدا در واقع اون رو دگرگون کردن. ولی همین قزوینی دشمن کسروی میشود و هنگامی که کسروی کشته میشود مطلبی نوشته که از شر او راحت شدیم، او رو به عنوان دشمن دین، به عنوان دشمن ادب فارسی، دشمن بزرگان شعر فارسی مورد نکوهش قرار میده و خوشحال است از اینکه او رو کشتند. و از این رو بسیاری از بزرگان ادب فارسی در اون هنگام، ادیبان و نویسندگان، اصلا از کسروی خوششون نمی آمده در اون دوران. آقای امینی 7 دقیقه وقت داریم، اشتباه کردم. بله. ببخشید. اگر بخواهیم اینک در پایان این گفتگوها، گفتگوی دو برنامه‌ای،
میراث کسروی رو توضیح بدیم، این میراث بیشتر برمیگرده به پژوهش‌هاش؟ از کسروی باید در چند زمینه یاد کرد. نخست اینکه سرشناس‌ترین پژوهشگر، نویسنده، نظریه پرداز ایرانی است که به نام دین کشته شده. ما نمونه هایی در تاریخ کهن ایران داریم که انسان ها رو به دلیل یا به تصور از دین برگشتن کشتند. خیلی ها بودند، از مسلمان شیعی و سنی در تاریخ ایران به این بهانه کشته شدند. خب شیعیان در میان خودشون شهید اول و دوم و سوم و چیزهایی از این دست رو درست کردند. باز هم کسانی رو داریم که مجبور شدن که فرار کنند، مانند ناصر خسرو، از بیم و هراس اینکه به اونها بیدین گفتند شاید خانه و کاشانه رو رها کردن و پناه بردن به جاهایی که حکومت یا ملایان به اونها دسترسی نداشته باشه. در دوران مدرن ایران خب ما نمونه باب رو داریم یا کشتار بابیان رو داریم، ولی کشتار بابیان و کشتن باب خیلی روشن است که به فتوای آخوندهای تبریز به دلیل این است که باب خودش رو امام ناپیدا اعلام میکنه. نه اینکه کشتن او درست بوده، منظورم این است که یک توجیه خیلی روشن دینی در میان آخوندها وجود داشته. یا کشتن بابیان پس از شورشی است که بابیان در گوش و کنار ایران به راه میاندازند و دشهایی رو میگیرند و علیه دولت قیام میکنن. با اینکه این کار تبهکارانه بوده، این کشتار جای گویا کشتار بابیان به بهانه ترور کوشش برای کشتن ناصرالدین شاه، همه اینها جنبه های سیاسی هم درش هست. یا حتی در دوران آغاز پادشاهی رضا شاه، یا حتی هنگامی که رضا شاه هنوز پادشاه نشده بوده، ما نمونه ترور عشقی رو داریم که روشن است که کسانی به هواخواهی از رضا خان او رو کشتند، یا به زندان افتادن فرخی یزدی و دوختن دهان او رو داریم. همه اینها در تاریخ ما هست. اما کسروی رو در دوران مدرن ایران، در دورانی که بناست ایران به سوی زندگی مدرن گام بردارد و هنوز ایران در اشغال نیروهای متفقین هست و یا شاید هم تازه اشغال متفقین به پایان رسیده و بناست ما بتوانیم یک جامعه نسبتاً آزادتری رو بنا بکنیم، در این دوران کسروی رو به بهانه برگشتن از دین کشتند و میراث او در اینجا دو جنبه است. یکی کشتن خود اوست که تا به امروز بسیاری از دینداران، بسیاری از رهبران سیاسی دینمدار ایران، یا حتی اونهایی که خودشون رو روشنفکر دینی میخوانند، بسیاری از اونها خصوصی محکوم میکنند ولی حاضر نشدند آشکارا این رو محکوم کنند. شاید بتوان گفت همسنگ کشتن کسروی فتوای کشتن سلمان رشدی است از سوی آیت الله خمینی. ولی این کشتن کسروی جنبه دیگری هم دارد و اون سکوت جامعه مدنی ایرانه، خاموشی جامعه مدنی ایران، که از دل این خاموشی جامعه مدنی است که ما با این دوران پس از اون و فراز نیروهای دینی در جامعه ایران روبرو می شویم. از دل حرکت فدایان اسلام است که سرانجام جنبش آیت الله خمینی شکل می گیره. بسیاری از آدم هایی که در جریان جنبش آیت الله خمینی رهبری می کرد، خیلی پیش از اون جریان مؤتلفه 15 خرداد، جنبش های مذهبی پیش از انقلاب 57 سر بلند کردن، نام‌آور شدن، از دل جنبشی برخواسته که فدایان اسلام و نواب صفوی کشندگان کسروی پایگزار او بودند. از نظر میراث فکری و فرهنگی کسروی یکی از پرکارترین، یکی از ماندگارترین کارکنان فرهنگ ایران بوده. شاید با بسیاری از کارهای او بسیاری از ایرانیان امروز همسو نباشند، اما گنجینه‌ای که از او به جای مانده، اگر شما در میان کارهای او نگاه کنید،
ارزش کارهای او به راستی مانند یک دانشکده است. یعنی این مرد به تنهایی مانند یک دانشکده، مانند یک بنیاد فرهنگی، بنیاد فکری، یک انسیکلوپدی کار کرده و از خودش آینده کار به جای گذارده. و ای کاش این دشمنان آزاداندیشی به جان او نمی افتادند و او رو به راستی همون گونه که یکی از یارانش گفته مانند گوسفندی سلاخی نمی کردند تا او می توانست کار بیشتری برای نسل‌های آینده از خودش به جای بگذاره. میراث کسروی هنوز قابل شناسایی است. به او میتوان نقد کرد، به برخی از کارها و اندیشه‌های او میتوان خورده گرفت، ولی باید گفت که یکی از برجسته‌ترین قله‌های فکری و اندیشه‌ای و فرهنگی ایران 150 سال گذشته زنده یاد احمد کسروی است. درود بر شما. سپاسگزارم. خیلی ممنونم ازتون آقای امینی عزیز. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش، شب و روز همیهنان عزیز خوش. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر.